سلام، من شهریار هستم. اینجا پارسی تی وی با برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این دفعه در مورد ساموئل خاچیکیان، یکی از کارگردانان مطرح سینمای قبل از انقلاب ایران. پس با ما همراه باشید. پیشاپیش مرسی از اینکه پایین همین ویدیو عضو کانال ما میشید و با زدن دکمه زنگوله از ویدیوهای جدید ما هم مطلع میشید. همچنین با لایکتون از فعالیت‌ها و کارهای ما حمایت میکنید. ساموئل خاچیکیان، متولد 29 مهر 1302، مصادف با 22 اکتبر 1923 در شهر تبریز، از پدر و مادری مهاجر و ارمنی تبار به دنیا آمد. او یکی از تأثیرگذارترین کارگردان‌ها در سینمای ایران به شمار میره، تا اونجا که به وی لقب هیچکاک ایران داده شده. همچنین به او لقب استاد دلهوره و وحشت سینمای ایران نیز داده شده. دوستان و همکاران ساموئل خاچیکیان او را با نام سامبل میشناختند. او در آغاز راه سینمای ایران با هنر و دانسته‌های خود به یاری این هنر و صنعت اومد و توانایی‌های فنی خود رو با به فرجام رسوندن فیلم شب‌نشینی در جهنم در سال 1336 نشون داد و سپس با طوفان در شهر ما در سال 1337 سینمای ایران رو با سبک ویژه خودش آشنا کرد. خاچیکیان که از نیمه های فیلم بازگشت تدوین فیلم های خودش رو خودش به دست گرفته بود، در نور پردازی و کار فیلم بردارانش هم دخالت میکرد و موسیقی فیلماش هم خودش انتخاب میکرد. به گفته خودش او همه اینها رو بر پایه برداشت و دریافت درونی انجام میداد. نور پردازی جنایی زبان زدی بود که خود او برای فیلم های همچون چهار راه حوادث در سال 1333، طوفان در شهر ما در سال 1337، فریاد نیمه شب در سال 1340 و دلهوره در سال 1341 به کار می برد. پدرش آرسن دانش آموخته زبان و ادبیات از دانشگاه خاربرت ترکیه بود و در نخستین جمهوری ارمنستان به نمایندگی مجلس ارمنستان رسید، ولی با آغاز انقلاب اکتبر روسیه به ایران مهاجرت کرد و از سیاست کنار گرفت و در تبریز به خرید و فروش قالی روی آورد. ساموئل سومین فرزند خانواده بود و به انگیزه یک کتابخانه بزرگ در خانه پدری و دلبستگی به موسیقی در خانواده به این زمینه ها گرایش پیدا کرد. در 9 سالگی نخستین شعرش رو سرود. این شعر با نام زندان در روزنامه آلیک به چاپ رسید. در سال 1317 خورشیدی در سن 14 سالگی در نمایش سبیل در تئاتر شیر و خورشید باغ ملی تبریز بازی کرد. رخدادهای ایران در دهه 20 خورشیدی همانند حضور متفقین، به قدرت رسیدن فرقه دموکرات در تبریز و قائله پیشه‌وری یک بار دیگر خانواده خاچیکیان رو وادار به کوچ کرد و ساموئل در 20 سالگی به تهران اومد. در سال 1336 پس از آمدن خانوادش به تهران، همراه با گروهی از دست‌اندرکاران تئاتر همچون آرامایس آقامالیان، آرمان حسپیان، مادام یلنا و جوزف واعظیان گروه تئاتری جوانان ارامنه را در تهران پایه‌ریزی کرد. این گروه سالونی در محوطه کلیسای مریم مقدس در خیابان قوام السلطنه شمالی یا همون میرزا کوچک خان فعلی دایر کرد که با نمایشی از ساموئل با عنوان سارا افتتاح شد. خاچیکیان دارای کارشناس علوم اجتماعی، تاریخ و باستان شناسی بود و مدت 8 ماه نیز به وسیله نامه با یکی از مدرسه های مهم سینمایی در پاسادانای ایالات متحده آمریکا تماس داشت. همسر او روزالین نام داشت و تنها پسرشون اروین خاچیکیان بعدها دستیار تدوینگر شد. او 2 برادر با نام های سیراک خاچیکیان و سوریک خاچیکیان و 1 خواهر داشت. خاچیکیان را میتوان از پیشگامان نام‌آور سینمای ایران دونست و کمتر کارگردان ایرانی مانند او در ازای 3 دهه به گونه‌ای پیوسته و پرکار درگیر فیلمسازی بوده. او در زمره نخستین کارگردانان ایرانی بود که عناصر تکنیکی را برای سینما به کار برد و با دکوپاش سر صحنه فیلم برداری میرفت. به عنوان فیلمسازی نوآور، ساخت فیلم‌های جنایی رو در ایران به راه انداخت و نخستین پیشبرده تاریخ سینمای ایران رو برای فیلم دختری از شیراز ساخت و 10 زمینه فنی دیگر را آزمود. بسیاری از بازیگران نامدار سینمای ایران با بازی در کارهای خاچیکیان به سینما اومدن و برخی از فیلم‌هایش همچون ضربت در سال 43 و عقاب‌ها در سال 63 از کارهای پرفروش زمان خود بودند. شناخته شده در این فیلمی که خاچیکیان پس از انقلاب کارگردانی کرد فیلم عقاب‌ها در سال 63 بود که یکی از برترین کارهای سینمایی دفاع مقدس لقب گرفت. او در ازای نزدیک به 50 سال کار و تلاش در سینمای ایران 46 فیلم بلند سینمایی ساخت و بسیاری از فیلم‌های کارگردان‌های دیگر را تدوین کرد. خاچیکیان در طول دوران فعالیت سینماییش چهره‌های بسیاری را به ایران شناسوند که بعدها هر یک هنرمندان برجسته‌ای در این زمینه شدند. با
بازیگرانی همچون آرمین هوسپیان، عبدالله بوتیمار، ویدا قهرمانی، فرانک میرقهاری، ویگن، رضا بیک مانوردی، بهروز وسوقی، پوری بنایی، ناصر ملک‌مطیعی، محمدعلی فردین، جلال پیشوایان، جمشید هاشمپور و رضا رویگری که در سینمای خاچیکیان به عنوان هنرپیشه مطرح شدند. اما نخستین فیلم خاچیکیان با نام بازگشت در سال 1331 ساخته شد و در 9 آبان 1332 به نمایش همگانی درآمد. این فیلم با دعوت ساناسار خاچاتوریان تهیه کننده سینما ساخته شد و آغازگر فعالیت سینمایی خاچیکیان به شمار می آمد. او بیشتر در سال 1330 پس از دیدن آگهی پذیرش بازیگری سینما دیانا به استدیو دیانا رفته و با خاچاتوریان و سرژ آزاریان از کارگردانان نامدار آن هنگام آشنا شده بود. چندی پس از این آشنایی بود که خاچیکیان قراردادی با اون استدیو برای فیلم بازگشت بست. باز هم در سال 1340 پیشگام جریان جنایی سازی در سینمای ایران شد. خاچیکیان به گفته خود بسیار به سینمای دلهره آور جهان علاقه داشت و در عمل نیز با فیلم‌های جنایی پلیسی به اوج کار خود رسید. از آن پس خاچیکیان رو هیچکاک ایران لقب دادند. دلبستگی عمیق خاچیکیان به آفرینش ترس و هیجان در دو فیلمی که در این سال کارگردانی کرد به خوبی نمایان بود. او در بین سال 77 تا 78 در صدد بر اومد. در آخرین فعالیت هنری خودش فیلم شک رو بر اساس فیلمنامه ای از داوود موثقی کارگردانی کنه که به دلیل بیماری موفق به پایان بردن آن فیلم نشد و ادامه کار رو به موثقی و پسر خود ادوین سپرد. این فیلم در سال 80 به نمایش عمومی در اومد. ساموئل خاچیکیان در سالهای آخر عمر خود از بیماری آلزایمر رنج می برد و به مدت 2 ماه در بیمارستان بستری بود. ساموئل خاچیکیان در نهایت ساعت 2 بعد از ظهر روز دوشنبه 30 مهر ماه سال 80 برابر با 22 اکتبر 2001 میلادی در 78 سالگی در تهران درگذشت. پیکر وی بعد از ظهر روز پنجشنبه 3 آبان از کلیسای سرکیس مقدس تشی و در آرامستان بوراستان در جاده خراسان تهران به خاک سپرده شد. در مراسم خاک سپاری خاچیکیان سفیر ارمنستان و جمع زیادی از هنرمندان سینما ایران حضور داشتند. از آخرین آثاری که خاچیکیان کارگردانی کرده میتونیم به بلوف در سال 1372 و مردی در آینه در سال 70 اشاره بکنیم. شاید براتون جالب باشه بدونید فیلم شب 29 که یکی از ترسناکترین فیلم‌های ژانر وحشت سینما ایران به شمار میره تمام تدوینش به عهده ساموئل خاچیکیان بوده. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفا نظرات خودتون رو راجع به این کارگردان موفق عرصه سینما ایران پایین همین ویدیو با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما با فعالیتامون حمایت بکنید.